بله. سلام. چی شد؟ علیکم سلام. چی شد؟ سلام بابا. سلام. بدیم بابا. بدیم بابا. عمرم دیگه با اینا برم خواستی بری. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر قهرمان. چرا هر چی پیام میدم جواب نمیدی؟ به کی پیام دادی؟ به همت. من که ندیدم بابا. ما دیدم آقا جان. یکی وقت پیام دادم هی تو خواستگاری دین 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 دین. امیر جان این جوراب به جای اون جورابا که دادی به من. خسته نباشی دلاور، ولی جورابمون سفید بود. بدش من بابا چون کش کردی؟ آقا داما شما نمیخوای یک گزارشی بدین چی شد که همه خانواده رو با خاک یکسان کردین؟ ببخشید من موبایلمو جا گذاشتم. یه وقتش. شب بخیر. نه خوبی باید کار برم. چشم. ببخشید. با شما. نمیشه ما این راه بیفتیم هلک و هلک به خاطر تو بریم خواستگاری و تو هر دفعه یه ایرادی در بیاری که رفت. خب شما منو بردید دیگه. مادر مگه به زور بردیمت؟ بله به زور بردین منو دیگه. شم دارم منم گفتم میام اونجا شاید خوب بود. مامان جان ما اون موردهای قبلی رو دخالت نکردم اصلا حرفی هم نزدم، ولی ما این یکی رو خیلی مفت از دست دادم. آقا محمد جواد آقای اسماعیل رو ما از دست دادم، یعنی مشتری خوب ما رو از دست دادم، بهترین رفیق ما رو از دست دادم، رابطه هامون قطع شد، مهمتر از همه باغشان از دست دادم. دیگه باید جلسات خانوادگی رو بذاریم توی پارک ملت. اول به طرف بگیم ببینه خانوادش به چشون رو بدن دخترشون رو بعد برین خواستگاری. چی شده مگه؟ چی شد؟ اینا رو میبینی؟ اینا رو همه رو کمپلت پس دادن. اصلا اون لحظه که ملیحه اینو داد به تو اصلا بعد 30 سال اصلا باورم نمیشه. قد بلند بود که این قده. خب خانوادهشون کم جمعیت بودن؟ 9 تا بچن. راست میگی. تحصیل کرده که بود؟ فقط اون. مادر من همه چی که توی یه نفر جمع نمیشه آخه. اصلا اون کسی که شما میخوای ما باید بریم تو کارگاه چوبیشه بدیم بتراشن. ما همه جور آدم نشونه تو دادیم، زشت، خوشگل، کوتاه، بلند، چاق، لاغر. از بین اینا تو باید یه دونه رو انتخاب میکردی دیگه. محمد جواد جان نگران نباش بابا، بازم میریم خواستگاری. من دوستان زیاد و رفقای زیادی دارم که دختران خوب و موجهی دارم. یکی یکی میریم، بعد یکی یکی ارتباطمونو قطع میکنیم. شب بخیر. شب نمیخوابم کارم. حتما. چی شد؟ ابوالفضل هنوز داره میگه چی شده؟ ماما جان من بعض وقت دلو میخواد دستم اونجا سرم محکم بزنم به این میز. ای بابا ما محمد جواده بالاخره یک کارش میکنه.
خدا به ما رحم کنه، ما تو رو چجوری شوهر بدیم. شب بخیر آقا جان. شب بخیر آقا جان. این موب اسماعیل رو مسدودش کن. چش. شب بخیر. چرا؟ گفت مسدود کنم. شب بخیر. شب بخیر خواهر. اسماعیل موب مسدود. چرا؟ مسدود کنم. چرا؟ الو سلام، خوبی؟ راضی میگم مامانم اینا اونجا بودن بر مریمتون خواستگاری بچی؟ الو؟ الو؟ اشغال چه مشغولی؟ محمد جواد چی شد؟ اجازه است بیام تو؟ نه. خب حداقل بیا تعریف کن چی شد. ازدواج کرد. خدایی؟ خب یه توضیح بده دیگه. واقعا لیسانس داری؟ آره. الان چه ربطی داشت؟ بیا از خواستگاری برام تعریف کن. بعد پیشنهادم بده من چی بپوشم. ای بابا خانم من نمیبینی من اومدم اینجا پارک دوب کنم شما برای چی؟ خاموش نکن خانم پیاده نشو ماشینتو شما بردار من میخوام اینجا دوبله پارک کنم خانم پیاده نشو ماشینو بردار من میخوام اینجا بیام بابا بردم این جلو واسدم که بیام چیز داره تی اومدی چی میگین آقا؟ من از کجا بدونم تو سر شما داره چی میگذره؟ بله حق با شماست تو به منم حق بدید دیگه هره. چرا بهتون حق بدم؟ اینجا من میخواستم بیام اینجا دوبله بذارم شما آخه اصلا اینجا نیازی به پارک دوب نداره این همه جا بود بله میدونی من ذهنم مشغول بود طبق عادت اومدم پارک دوب کنم اینجا اصلا موردی نداره من میرم اونجا پارک میکنم شما هم بفهمید همینجا پارک تو نه نه نمیخواد من نه نه به خدا اگه بذارم نه نه شما همینجا بذارید من میرم اصلا اونور میذارم شما راحت باشید هر جور راحت خواهش میکنم ببخشید من یه ذره صدامو بردم بالا نداره آقایون تا یه خانمو میبینم تونم بهش زور بگن کم نمیذارن که اب نداره جدا ولی نه شاید واقعا اینجوری بشه ولی من قصدم این نبود فقط یه زحمتی داشتم براتون اگه امکانش هست وقتی که داشتید میرفتید به من اطلاع بدید که من ماشینو بیام اینجا جای پارک شما پارک کنم چون ما خونمون همینجاست این خونه؟ بله این خونمونه اینم کارگاه همه من اینجا منم اتفاقا منم مهمونه همین خونه جدا؟ من فرزانه هستم دوست مینا چه جالب چقدر جالب منم اتفاقا من خواهر فرزانه خواهر نه نه چیز شما فرزانه ای من خواهر مینا خواهر نه یه رابط من چیزم من برادر مینا هم بله برادر مینا هم خواهیش میکنم خیلی زحمت کشیدی خواهیش میکنم بذار من بیارم براتون خواهیش میکنم بفرمایید ممنونم مرسی من محمد جوادم برادر مینا بفرمایید خواهیش میکنم ببخشید اجازه بدید من با مینا کار داریم بله مینا مینا جان بیا فرزان خانم اومده سلام مینا جی بفرمایید اجازه میدید من بله بله خواهش میکنم با اجازه مش زیاد نمیشه سمش ولی دورا دور مینا یک چیزایی به ما گفته چی گفته بگو چش شما 6 تا 6 سان برش بزن تا بگو برش اون لباس ندارم بابا خودت بیا بزن آقا جان ما با باد اونا همه رو درست میکنم تمیزت میکنم بزن میگی بله بابا یا
بیا پایین لاغر. میخوام رخ تو رخ باشه مثلا. آفرین بارکلا، این درسته. خب بگو دیگه. باره دیگه. اگه فکر کنی نمیدنم ها، میدنم ولی نم آقا. چه نونوری تو نمیزنم آقا بشو. آقا مسمونم آقا مثلا. خیلی خب بگو دیگه. بزن دیگه. 5 تا 6. 5 تا 6. ای بگردم نمکه با. ای بگردم. بگو. مواظب باش آقا جان. ها. این بنده خدایی که حرفش هست، این بنده خدا تو دانشگاه بزن دیگه. به چی وایسادی؟ بگو دیگه. بزن دیگه. بگو میزنم بابا. دو تا زدی که هنوز. بزن بود سومی رو بزن. بزن تا بگو یادم. ای بابا به ما میگن امیر دلتا آقا محمد جوان. بله بله خدمت شما عارضم که ای بند خدا هم کلاس مینا بوده تو دانشگاه. بعد خدمت شما از کنم که ولی نقاشی میکرده، یعنی نقاش. بزن چی؟ بابا بگو دیگه. بزن دیگه بابا. یک دو طبقه میخوایی برش بزنی دیگه. بزن دیگه. خدمت شما عارضم که این بند خدا که بحثش هست، وقتی که تو دانش، یعنی ما دیگه تو همینجاش بیشتر نمیدونم. برم؟ ها بسته در نکنه. همینقدر که گفتیم ممنونم ازت. خب اینا رو که خودم میتونستم اینا رو برسم. چی کار؟ گیره بری چی برکدی؟ اول گیره بیا نگهدار. کجا داری میری؟ آقا جان اون دمپایی ها رو به بوش باز با کفش نری تو دستشویی. دیگه. آقا جان تو هر سری داری میدهی با کفشات میده اونجا رو خیس میکنی. ما مسترام باز زباره با کفشات. آقا جان دمپایی رو بگوش. ما یه مسترام میخواییم بریم باید دفترچه راهنما شما رو بخونیم. یعنی آقا جان یک دمپایی پوچیده مگه چه کاری؟ خب همون رو استفاده کن دیگه. بله من کن دیگه. ای بابا دستانا اینجا برستودم همینجوری همه کارا رو ما دستانا انجام میدم تو هم بره خودت میچرخی. آقا من مگه الان رفته بودم چی کار؟ رفته بودم گرقالات بخرم دیگه. نه رفته بودم گردش که الان هم که بروشا رو من زدم دو تا دیگه هم از میام میزنم. خوبه؟ بیا بزن برو سریع بیا دیگه. پر روی یا محمد جبا فرزان خانم داره میره. ای بابا این که به من برگشت گفتش که ما میسته وقتی اومد بگه به من که من بیام جاپان کمو بگیرم. چیکار میکنی؟ موقع میگم شاید از این شیفتگان شما بوده. باید ما رو بلشت بزن بیا پایین. این ماله همین برگاشم بیا تمام شد. اینا چیجوری تصادف کردن اینجوری شدن؟ چه اتفاقی افت؟ دایی اینا رو به کجا کوبیدی این شکلیشون کردی؟ اینا درست نمیشه اصلا. چی میگی؟ 50 دفعه خراب شده درست کردم. نه این اصلا خیلی تصادف کرده. چرخش آره دایی اینجا چرخ زیاده ماشین کمه برای این چرخ. آقا اینا رو ول کن دیگه کار من رو بنداز دیگه. چیه؟ فرزانه به دردت نمیخوره. همینو میخوای بگم؟ به دردت نمیخوره. بابا یعنی چی به درد من نمیخوره؟ اتفاقا خیلی هم به دردم میخوره. من دنبال یه دختر همین شکلی میگردم دیگه. مگه میشناسیش؟ نه اجازه بدی من میشناسمش. چی؟ چطوری بهت بگم؟ اصلا خانواده هامون هیچ رقمه به هم نمیخورن. فرق دارن با هم. ما شمالیم اونا جنوب. ما شرقیم اونا غربی. مال اینه. اینا مال اینه دیگه. آقا من دنبال یه همون اونوری میگردم. اگه من اینورم اون اونور شرق باشه. من خیلی دوست دارم. چی خورده تو کلت؟ هیچی. برای چی؟ برای اینکه شما دو تا راه موازین هیچ وقت به هم نمیرسین. چرا دیگه اگه یکی از این راه‌های موازی اینجوری راهشو کج کنه نزدیکتر هم میشه به هم دیگه هم میرسن. آی 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 آی. برو یه خط موازی دیگه برای خودت پیدا کن. در این مورد من کاری از دستم بر نمیاد. باشه باشه شما نگران نباش. تو که میدونی من به اون چیزی که میخوام میرسم بالاخره. در جریان سیریش بودن شما هستم. بله. بله. خواهش میکنم.
چه بوغی هم میزنه حالا. این خودت سیریشه بابا. برو. یک سال تمرین میکنه این راننده بشه نیست. اون همینه دیگه. اینم به اون خالش رفته. همینجوری میزنه داغون میکنه. این بهتره. برو برو تا نری هی بوغ میزنه. برو. باشی. حواست دار نیستا. چرا؟ اینا رو باید ورداری ها. چیا رو؟ این عروسک ها رو اینا رو. چند دیگه چه بذار باشه. خوش بکننده است. این زنونه است. زنونه مردونه نداره که. جدا؟ آره جدا. ولی این عروسک ها که داره که. نه قشنگه گیر نده دیگه. نه اینو بذار برای ماشین خودم. باشه. الان بیاد یه چیز مهم بهم بده. راننده گرم. شما باید پارک دوبی امروز یاد بگیری. خوبه؟ شما مثلا همین ماشین رو این ماشین نمیشه رو شما پارک دوب کن. آه ببین برای پارک دوب مثلا خودم اول اجازه بده. اجازه بده. خب نه این چیز یه لحظه بایست خود خب باید 30 سانت باشه. من به تو پارک دوب یاد دادم. خیر خودت ماشین رو برداشتی؟ اصلا از این کار بلدم. نری از این کار رو بکنی ها. نه الان برم جای دور بزنم اینجوری دستی بکشم. آمد تو میخوای بری رالی شرکت کنی؟ نه اینا رو منم انجام ندادم اصلا. نه اصلا شما قبل از اینکه گواهی نامه تو بگیرن این کار بکنین که اونمت باطل میکنه. یه با الان که با تو هستی اصلا با این ماشین که نمیشه که این ماشین نهایتا برسونتت فقط. خب پس بیا سرعت بریم. تو منم خلوت. چی گوشی کسی رو من ببین تو صفحش بریم. خودت نداری صفحه. بابا من رمزش اینا یادم میره. خودت باید حفظ کنی. من که به تو گفته بودم یه جا یاد داشت کن. بیا با گوشی من. جدن؟ بله جدن. بیار. آه. بعد این پارچه هم بخریم. بله. همون چلتا. سیلیه بادا بادا همون چلتا نکنه با... نکن نمیخواد است. اصلا پیادشو نمیخواد. خب نه وایسا بیا. همون 50 تا. این آرایشگاهه؟ اینه. این نه. این که با محسن فرزانه است. این فامیلیش فرزانه. اینه. اینه شما برو دیگه. سلیقت بدم نیستا. دارین 2 دقیقه وقت داری بری. باش 60 تا برو بدو. راهنما نزدم. شنیدم نزدم. خب رادیو میکنه افسر. سرم گرمه. همه تهدیگاه رو خوردی؟ بگردم الهی حواسم نبود برات بذارم. یه ذره دوغ بده اقلا بره پایی. خب اصلا ناراحت نباش مینا جان چون سهم شما رو زدم به بدن. واقعا آبجی جون تهدیگم رو گذاشته بودم این زیر که آخر بخورم ولی بفرما اینو میدم به شما. یه همچین فداکاری از محمد جواد در مورد تعدیق بی سابقه است. جدن؟ دیگه آدم از غریبه ها چه انتظاری میشه داشت؟ ما خواهر برادر ها باید هوای همدیگر داشته باشیم. واقعا همه منم بدنم سلام گرد بی طمع نیست. نه خیلی امین آقا این وصلا به داداش من نمیچسبه. چی شده؟ چه خبره؟ بگی ما هم با خبر شیم. هیچی ماما علکی دارن شوخی میکنن. هیچی راستش نمیگه. خب مثل اینجا یه خبرهایی هست که ما نمیدونم. دایی محمد جواد میخواد با خاله فرزانه عروسی بشه. تو غذاتو بخور بچه. کی همچه حرفی رو بهت گفته؟ وقتی داشتم کارتو میدیدم شنیدم. چی؟
پس اینجا یه خبرهایی هست که ما نمیدونیم. نه به خدا، والا من هیچی نمیدونم. خود چون مسکه بریدن دختن. من حقیقتش خیلی خوشمزه بود. دستی شما در نکنه. من برم، میخوام برم حرم یه قدمی بزنم. دست در نکنه. داداش ما تا حالا بارا رو کی دیر آوردم؟ بردی دیگه حالا. ولش کن، میگم کار داوطلبانم حدی داره دیگه. چقدر میخوای بیجیر مواجه بری کار بکنی من اونور؟ خسته نشدی؟ آقا کارهای داوطلبانه عشق ماه، کار جهادی عشق ماه. بعدم اگه خسته میشدم که دیگه نمیرفتم. الان مثلا هفته دیگه ما میخوایم بریم به سیل زده ها کمک کنیم. هفته دیگه ما یک عالمه تحویل بار داریم. دست ما رو نذاری تو پوست گردو، امیر منو میکشه. ما کی تا حالا دست تو رو گذاشتم تو پوست خربزه کی بار دوم بشه؟ گردو گفتم هم... دیگه پات میره رو پوست خربزه، دستت میره تو گردو. ولش کن حالا. همون که تو میگی ما تا حالا کی کار کردم؟ بعدم آخر هفته میخوام برم، دو سه روز هستم بعدش مرم. بعدم یک بار بیا با ما بریم، اینقدر کیف میده. تو یه هم میتونم پشم بیام بریم؟ نگاه بعضی از کارا نیاز به دوره داره و آموزش داره، اینه ما تا یک آدم با تجربه بشی. بعضی از کارا هم نه، او آدمشه که تو رو باید ببره که ما هم برشش درم. حالا یه روزی دی ببینم تعریف اومدم باید. یا خوبه، فردام یه سیسمونی باید بریم تحویل بدیم. سیسمونی؟ سیسمونی دیگه، باید بچه هست دیگه. سیسمونی به سلامتی بچه کی هست؟ بچه فکر کنم بچه بچه خواهر خانم محمدی. به سلامتی، عمو تو قلو داشتن. آفرین. اینجور که میگی مادر، وصله ما نیستم. بابا همینجوری نمیشه مردم رو قضاوت کرد. تا حالا خونه ما اومده بود؟ خیلی سال پیش با چند تا از دوستام، آره یکی دو بار خونه ما اومدن، اما اون وقتا من خیلی باشون جور نبودم. تازگیه داریم معاشرت میکنیم. منم یکی دو بار بیشتر ندیدمش. عروسی مینا هم نبود، اصلا شناختی ندارم ازش. شناختی نداری؟ نه. تو چی؟ شناختی ازش داری؟ حالا انقدری که من میشناسم و به نظرم میاد اینه که خیلی وصله مناسبی برای ما نیستن، خیلی با ما جور نیست. من روزه شکدار نمیگیرم، مخالف. اگه خوب بود چی؟ بابا جون بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم. حالا این جوان بعد از یه عمری از یکی خوشش اومده، نباید تو ذوقش بزنیم. اومدی و وصلت صورت گرفت، مناسب ما نبودن. وقت چی میشه بچه؟ مناسب نبود، ما هستیم. خودش هم عقل داره، به اونجا هم نمیرسه. چی بگم بالا؟ بابا جان تو هم اذیتش نکن. نمیتونم، باید یه ذره اذیت کنم. گناه داره بچم خودم، سر به سرش نزم. من یه دونه داداش دارم، این هم هم دوستش دارم. نمیتونم باید این حجم اذیت و حضارم رو سرش خالی کنم. بگه اگه چند تا بودن بین چند تا تقسیم میشد.
رفته باز خرج کار بگیره. اینا رو کی سفارش داد؟ ترابی. علی؟ نه بابا امیر. علی که زندانی که. چیش؟ چیه؟ چه سیسمونیه؟ بچه نمیفتن؟ تو برای قضاه دیگه بزرگ باشه بیه که بره تو میز قضاه آمدی بابا چون بیرو نگاه کن تو دارو دیگه گرسه مستن پاپیون نداره خیلی قشنگ بابا تو حالا بیرو به همین بخنده این مامان نه نه شده نه ستا شبیه آقا هم آقا بس آقا یک سمون رو مسخره میکنم بیا آقا بیا بیا اینا رو ببر بابا بیا بچهش بده بابا بیا یه دقیقه تو هم جنبه شوخی نداری آقا اینا رو بشته دیگه بیا آقا چفا اینه بابا حال سیسمونی بچی تو راویه بابا دیگه آقا امید یه دقیقه دیگه خواه خیلی خوب که تمومش کنم ده خیلی خوب بابا خیلی خوب بابا اونو به دقیقه بچه های حالا هم جنش رو فرق میکنه سیسمونی ها رو بسی چقدر دل گوشات درست میکنه آقا جان بهتره ما دیگه هرچی گل گوشات تر بشه پولش بیشتره بره اینو من صندلی اتاق میهمان بچه هست بیرو خواهم شاد بدارم اگه بعد جنگ به دنیا میامد و صاحب اتاق خواب و کیه رو کالسکه و این آرزو همه یاداد خانم آرزو تو تنها نیست آرزو ما نه بالا نزا نه پتو بندزم پایین هم همون پایین نبندیمش به سلامتی اینا سه قلو هم هستن؟ نه این صندلی های میهمانه بابا ها رفیقای بچه ها بیا اینم میگی بذاری که امی جان قشنگ با تناب ببندی که سلام 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 بابا دختر گلو رضا جان چطوری بابا؟ خوبه؟ زود بیا نهار بخوریم بچه ها گشتن مویم گشتنمه بابا الان همین الان اینا رو تعبیر بده ما رفتیم نهار شما هم بیا کارت دارم داداش شاش شما هم تشریف بیارید دست شما برکنیم این آشنا هم ما فکر میکنم دیگه نهار هم اونجا باست سلامت بشه منتظرم باش بینایم بابا خوش شد سلام بشه سیش مطوره بده؟ نهار چیه؟ سیل نمیده چایی رو بزنیم جلسه رو شروع بکنیم ناراحت نباش با هم فکری هم حلش بکنیم بفرمایید خوابم گرفته ما بلا بیا چورتی بزن و شما حرفاتو نبزن خب چی شد زنگ زدی؟ نه معلومه که نه دلت خوشه ها اول بعد حرفامو بهت بزنم بعد زنگ بزنم من که دلم راضی نیست بابا گفت زنگ بزنم نه من گم حالا خوب زنگ بزن دیگه چیه؟ اول یه شرطی داره بگو زنگ میزنم اگه قبول کرد مراحل آشنایی رو برات میچینم اگه قبول نکرد تو هم باید قبول کنی بیخیال شی تو من نمیشناسی من تا حالا کاری رو به زور انجام دادم نه اصلا فقط تا بهش نرسی ول نمیکنی خیلی خب بابا باش تو بیارم تلفن رو زنگ بزن اول باید سنگامو باید وابک کنم خیلی خب بفرمایی باید بدونی که فرزانه و خانوادش مدل ما به اندازه ما مذهبی نیستن ها بالاخره مسلمونن دیگه آره. همه که نباید اندازه ما مسلمون باشن مسلمونن دیگه آره آه پس خیلی هم دو تا خط موازی نیستیم اینجوری گفتم بیخیال شی که نمیشه دیگه چکار کنه نه دیگه نمیشه اتفاقا خودم هم میدونم خوشم اومده یه ذره امروزیه شناختمه از کجا میدونی؟ من خب ببین بالاخره از ارتباطات دیگه هر کسی صفحه ای داره تو فضای مجازی رفتی صفحش هم دیدی؟ با اجازه شما اتفاقا این سری دل نوشته داشت همهشو خوندم از خیلی هاش خوشم اومد روحیاتشو دوست داشتم آها با خوندن 4 تا خط دل نوشته فکر کردی الان روحیاتشو شناختی؟ نه بالاخره کامل که نه ولی آدم یه حد و حدودی دستش میاد دیگه فکر کنم من الان بیشتر از تو میشناسم بیارم تلفنو نه الان با رویاتش مشکل نداری نه بیارم تلفنو نه بعدن سر فرصت زنگ میزنم چقدر حرف میزنین شما حرف 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 یک دقیقه ما میخواستیم یک چرتی بزنیم سه یه دقیقه شد که تو رسیدی هم پتو رو بکشی بالا سکوت فضول سکوت باشه ما خوابمون بره شما اگه میخواستی سکوت باشه درمو بستی
آخ گفتی محمد جواد در این قفل دستگیره رو جارو ما عوضش کن. قفل دستگیره؟ خب اگه یراقالات دو تا پیش میخواد خودت بگی به من نجاری دیگه خیر سره. آقا محمد جواد شما هی خواهرام میکنی قفل رو عوض کن خواهشم. خواهرام خواهرام نکن، خیلی روز زیاده، خودت پاشو عوض کن دیگه. چه پر رو این تو خانه ما با ما درست صحبت کن، ولی میگم به فرزانه خانم زنگ نزن. آخه تو چی کاره باشی آخه؟ ای بابا بریم دیگه اسکاچ، اینقدر کل کل نکنیم، بریم. برو آقا برو 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 بریم سر کار. خواب چی هستن؟ آقا زنگ بزن دیگه. بیارم تلفنو بعدن سر فرصت. برو دیگه برو تا بزنم. چایی عالی، بشینیم داره هم بخوریم. مادر این میبره بزن اون بر. ای با این فیلمه بابا، این واقعا مال 50 سال پیشه؟ بله بابا دیدن. خیلی وقت ندیدیمش. 50 سال پیش، پیر شدیم بابا. خیلی هم خوب. چرا ادامه ندادینا؟ خب نشدی بابا، انقلاب شد، جنگ شد، نشدی. هم نقلی میکردن، هم پرده خونی میکردن، هم بازیگری. بازیگری بودیم ولی هنرمند. کیفیتش خراب شده نه؟ قدیمی خیلی. آره دیگه این نواره قدیمی بوده، من میگم دیجیتالش میکنم درست میشه، یعنی خرابتر نمیشه. بابا بیاین چند تا از این ویدیو درست کنم بزن توی صفحه های مجازی. چرا؟ نه قشنگ دیگه. آدم باید با زمونه پیش بره. الان همه یه موبایل دستشونه، اقلا این فرهنگسازی هم میشه. چهار تا جوون میبینن دوست دارن. خانم من دیگه مردم حوصله نقالی دیدن که ندارن که. بالاخره مخاطب خودشو پیدا میکنه. الان مردم همه سرشون تو موبایله، همه یه گوشی دستشونه، هم یاد میگیرن دیگه. درسته، اما مردم میخوان یه چیزی ببینن بخندن، جوک بگن، از این کارا اینجوری. چه ربطی داره بابا؟ من خودم علاقه مندم. شما شعر میخونید من کیف نمیکنم، لذت نمیبرم. چرا؟ خیلی خب خیلی ها مثلا دوست داشته باشن از این چیزا. خیلی خوب. من برای تو این جواد آقاست. درسته؟ بله، جواد آقاست. نیکا چه خوشه؟ نقش رستم رو بازی میکرد. هم پیشه دیگه تقریبا. محمد جواد این با عقل تو ما ایره چجوری بچسبونیم که میز بره؟ چی؟ ایره نگاه کن. همه هنگه نه؟ این کدوم خنگی بریده خب؟ ها ایره چجوریه؟ بدهی توی کارگاه یک عاشق داره ما که تو هپروته، هنوز نه به باره نه به داره، نه اینجوری داره میشه. جدا؟ بله درست درمیه. سلام. سلام میرخانو. سلام. ها حالا چی داره؟ بگو چی شد؟ بگو. قرار شد چهارتایی شام بریم بیرون. جدن؟ مبارکه. پس امشب ما شیشلیکر افتاده ما محمد جواد. چرا چهارتایی خوب؟ برای اینکه هر چیزی قرار و قانونی داره، اصل و اصولی داره، علکه که نیست. آه در ضمن ما یک رستوران سراغ دارم که قضاش حرف نداره. خودم امشب یک دونه میز چهار نفره رزرو میکنم بزنم بره. 8 نفر جان؟ 8 نفر. چرا 8 نفر؟ برای اینکه مجده و بچه هم هستن، نمیشه که نیان. فر بود برادر فرزانه هم هست. خب بگو مامان بابا هم بیان هم اونجا دیگه، خواستگاری هم برگزار کنیم. ما قدر قر نزن، از خدات با شما باز بیان. خیره ایشالله. خدا خدا حافظ. بگم یه هم اشکال نداره، میز شیبدار میزنه. میگم پایه اصلی بزرگ نشده اینقدر؟ اگه میشه اندازه گیری ها رو یک چند وقت شما تعطیل کنیم به نظر ما بهتر میشه، چون ما اینجوری باید دوباره کاری کنیم.
یا اصلا مدلای جدید. بابا اینم چقدر مگه حالا؟ نه خوبه دیگه، میگم شیبش میکنه بره اونایی که کمرشو درد میکنه. 10 سانتی دیگه تو سرعت معلوم نیست، ولی پایه عسلی حجمت زیاده.